درودی به وسعت ایران زمین، خدمت تمام هممیهنان شریف و آزادی خواهم. به دومین برنامه خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید. در دقایق پیش رو با خبری بسیار مهم و اختصاصی در خدمت شما هستیم. تماس شبانی قاآنی با رهبر گروه حزب الله. برای نبردی تمام عیار آماده شوید. اعتراف فاجعه بار مدیرعامل ایران خودرو. بگذارید پژو 6 ماه دیگر هم آدم بکشد. قبل از مشروع این اخبار مهم، بار دیگر از شما همراهان عزیز می‌خواهیم لطفاً همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. ما به جز شما حامی نداریم. تماس شبانی قاآنی با رهبر گروه حزب الله. برای نبردی تمام عیار آماده شوید. تهدید حمله قریب الوقوع اسرائیل به شهر رفح و تصرف بخش فلسطینی گذرگاه مرزی آن با 2 اتفاق مهم دیگر همزمان شد. نخست اظهارات جمهوری اسلامی در مورد تغییر دکترین هسته‌ایش و دوم تشدید حملات حزب الله به اسرائیل، به گونه‌ای که از زمان آغاز درگیری در اکتبر 2023 تا کنون بی‌سابقه است. منابعی در اسرائیل تایید کردند که به مدارکی دست یافتند که تشدید حملات حزب الله بر علیه مواضع اسرائیل بعد از دستور مستقیم اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس صورت گرفته است. گفته شده بعد از تصمیم نهایی اسرائیل برای حمله به رفح و از بین بردن کامل حماس، جمهوری اسلامی در اقدامی فوری از حزب الله لبنان خواسته تا با تمام توان آماده عملیاتی گسترده بر علیه اسرائیل بشود. کارشناسان بر این باورند که از هم پاشیدن محور مقاومت ضربه‌ای مهلک بر پیکر جمهوری اسلامی خواهد بود و برای همین امر است که نظام علی خامنه ای در روزها و هفته‌های گذشته دست به قمارهای خطرناک و بی بازگشتی زدند. در مورد اول، کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر موجودیت ایران تهدید شود، ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهیم. خرازی هشدار داد که در صورت حمله تل‌آویو به تأسیسات هسته‌ای، سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. این اظهارات بیانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران ماهیت برنامه هسته‌ایش را تغییر خواهد داد و به دنبال توسعه برنامه نظامیش خواهد رفت. به صراحت می توان گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای نظامی مخفی نداشته باشد. به ویژه با توجه به سیاست مبهمسازی که تهران از 1.5 سال پیش در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیش گرفته و مانع دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای شده است. افزون بر آن، مسئله کشف آثار اورانیوم غنی شده است در مکانهای اعلام نشده به آژانس. بنابراین به نظر می رسد هدف از این اظهارات اعمال فشار بر آمریکا و اسرائیل است. به ویژه آنکه چندی پیش گزارش‌های درباره مذاکرات محرمانه واشنگتن و تهران منتشر شد، بی آنکه از جزئیات و مفاد آن ذکری به میان آید. مشاور رهبر جمهوری اسلامی زمانی به این موضوع اشاره کرد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی متعهد به اتخاذ اقدام‌های واقعی شده بودند، اما وضعیت پرونده هسته‌ای ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست. البته این نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی به تغییر دکترین هسته‌ای اشاره می‌کند. در جریان رویارویی مستقیم تهران و تل‌آویو، سرتیپ پاسدار احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت تهدیدهای اسرائیل ممکن است تهران را به بازنگری دکترین هسته‌ای و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته وادار کند. هرچند جمهوری اسلامی اورانیوم را تا خلوص 60% غنی‌سازی می‌کند و برای ساخت سلاح هسته‌ای باید اورانیوم تا 90% غنی‌سازی شود، اما رژیم ایران می‌تواند با اقدام به افزایش سطح غنای اورانیوم زمینه تولید سلاح هسته‌ای را فراهم کند. این در حالی است که از زمان فروپاشی توافق هسته‌ای تنش میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیوسته در حال افزایش است. همچنین مدیر کل آژانس بارها از جمهوری اسلامی به دلیل تفره رفتن از همکاری در عرصه‌های مختلف، از جمله گسترش فعالیت‌های هسته‌ای، جلوگیری از دسترسی بازرسان و از کار انداختن دستگاه‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کرده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آخرین نشست شورای حکام در ماه مارس گذشته صادر شد، آمده است که ذخایر تخمینی اورانیوم غنی شده ایران
به 27 برابر حد تعیین شده در توافقنامه 2015 رسیده است و این آژانس نمیتواند در مورد پایبندی رژیم ایران به مفاد برجام مطمئن باشد. در پیوند با مورد دوم، حزب الله با تشدید حملات موشکی و پهبادی به شمال اسرائیل که اخیراً به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی منجر شد، به دنبال تغییر قواعد رویارویی با اسرائیل است. این در حالی است که از اکتبر گذشته جمهوری اسلامی ایران و حزب الله برای اجتناب از رویارویی با اسرائیل به تشدید درگیری مایل نبودند و حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرده بود که هدف از اقدامهای این حزب حمایت از جنگ در نوار غزه است. به همین دلیل درگیری حزب الله و تل آویو در چارچوب قواعد درگیری توافق شده میان دو طرف محدود ماند و به گسترش دامنه جنگ در منطقه منجر نشد. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا از روز دوشنبه گذشته 6 می 2024 که نیروهای اسرائیلی وارد گذرگاه مرزی رفح شدند، حزب الله اقدام به تشدید جنگ کرد و دست به حمله پهباری زد که به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی منجر شد. به نظر می رسد با توجه به اظهارات اسرائیل مبنی بر اینکه پس از رهایی از شر حماس در نوار غزه برای مبارزه علیه حزب الله آماده خواهد شد، حزب الله و جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که باید برای جلوگیری از ورود اسرائیل به رفح و از بین رفتن حماس که حلقه مهمی در به اصطلاح محور مقاومت به شمار می آید، جنگ علیه اسرائیل از جبهه جنوب لبنان شدت گیرد. در واقع رابطه با حماس به رابطه جمهوری اسلامی با مسئله فلسطین مشروعیت می بخشد. افزون بر اینکه تلاش برای ممانعت اسرائیل از لشکرکشی به رفح و ریشه‌کن کردن حماس، از بازگشت ارتش اسرائیل به شمال کشور برای سرکوب حزب الله جلوگیری می کند. به ویژه اینکه جز شهر رفح که حدود 1,200,000 نفر جمعیت دارد، سراسر نوار غزه در کنترل اسرائیل است. بنابراین هرچند طرفهای درگیر در منطقه همواره در پی حفظ قواعد درگیری بودند تا از لغزیدن به سوی یک جنگ گسترده منطقه‌ای جلوگیری شود، لشکرکشی اسرائیل به شهر رفح قواعد درگیری را کاملا دگرگون خواهد کرد. اعتراف فاجعه بار مدیرعامل ایران خودرو: بگذارید پژو 6 ماه دیگر هم آدم بکشد. فایل صوتی افشا شده مدیرعامل شرکت ایران خودرو حواشی جدیدی را برای این شرکت خودروسازی ایجاد کرده است. این فایل صوتی به نظر مربوط به جلسه‌ای با حضور علی مردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو و کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه و نماینده شهر بابل در مجلس شورای اسلامی است. مدیرعامل ایران خودرو در این فایل صوتی ضمن اشاره به مسائلی در مورد تولید یک مدل خودروی این شرکت از افزایش فعالیت نمایندگی ایران خودرو در شهر بابل حمایت کرده است. در این فایل صوتی مدیرعامل ایران خودرو با گلایه از اعلام محدودیت زمانی برای تولید پژو پارس تا پایان تیر ماه سال جاری خواستار آن شده این مدت تمدید شود. عظیمی با انتقاد از مدت تعیین شده با حمله به سازمان استاندارد گفته است پژو پارسی که در این شهر تولید می شود فقط تا 31 تیر ماه قابل شماره گذاری است. من تا 9 یا 10 ماه دیگر باید این پژو پارس را تولید کنم. اگر این پارس تا امروز آدم کشته، بگذارید 6 ماه دیگر هم بکشد. سازمان استاندارد همین پارسی که در اینجا تولید میکنه فقط تا 31/4 قابل شماره گذاریه. من این سورال آقای امینی میدونه اینجا بایستی تبدیل بشه قطب دوم تولید سورال و حتما میشود. اقدامات اولیه‌اش هم انجام دادید، اما من تا برج 10 تا برج 9 بایستی پارس رو تولید کنم. ببین خواهشم اینه که به یه برادرها بگین نشستن یه جایی یه 4 تا کتاب قانون گذاشتن جلوشون، میگه من مرد قانون عمل کنم. قانون اساسی میگه شما باید خانه ارزان قیمت تبدیل مردم بدین. این کسی که مرد قانون عمل میکنه کجاست؟ چون اونها قانون نیست. ولی همینی که گفته که استاندارد این کار رو بکنه میشه قانون. بابا اگر واقعا این پارس تا امروز آدم کشته، بذارین 6 ماه دیگه هم بکشه، ولی اگه این کار رو بکنین 247,000 نفر شما ثبت نام کردین خود رو، شما جواب مردم چی میگی؟ آقای امینی یه زحمتی بکشین. من با شیخ زادم صحبت کردم، اولویت اول ما تو سشیفت کردن سایت بابل و بعد از اونم به مرزی که سشیفت شد شما بایستی افزایش کارگر کن رو بدیم.
حتما اینجا باید نفرات بیشتری مشغول کار میشه. این خیلی نگران ما حالا دیگه به اندازه کافی توی 100 تا آدم 10 تا آدم خیلی مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه که الان. لذا اینه پیگیری کنین. من باهای همین الان تو راه اومدم باهای شیخ زاده گفتم تو اولویت اول قرار بدن سورن رو بایستی اینجا و تبریز جز اولویت های اول ما باشه که به سمت سشیف بریم انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که در خصوص بحثی که آقای گرجی فرمودن، ببین آقای گرجی، خودروهایی که من میفروشم بین 92 میلیون تا 26 میلیون زیان میکنم. من آقای دکتر کریمی بنده به شما اخلاقا مدیونم، خودت میدونی، و اخلاقا از شما اطاعت محض دارم. یه نامه به من زده بشه، مجموعه شما یه نامه بزنی، تیم پینگ پونگ اینجا با یک شرایطی تحت پوشش شما باید قرار بگیره، اصلا بشه تیم پینگ پونگ که ایران خودرو به بابل اون ساخت باشگاهش بسازید، نه برای یه روز و دو روز، برای همیشه بشه این تیم شما بشه. آیدتون خانه پینگ پونگ ما که پروژه نیکنه از اون میشه بذار این یه تیم بشه، اصلا من اونجا رو خودم هست بر عهده دارش میشه. به سخره گرفتن مرگ‌های ناشی از ایمنی ناکافی تولیدات خودروهای ایرانی از سوی مدیرعامل ایران خودرو در شرایطی بیان شده که در کمتر از یک ماه پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی، پلیس راهور اعلام کرد از 24 اسفند سال 1402 تا 15 فروردین ماه سال 1403 تعداد 813 تن از شهروندان ایرانی در 667 تصادف منجر به فوت جان خود را از دست دادند. یکی از دلایل مهم تصادف رانندگی در ایران نقص فنی خودروها، مشکلات استاندارد ایمنی مربوط به ساخت است. بر اساس آمارهای رسمی طی 10 سال گذشته از سال 1393 تا سال 1402 در مجموع بیش از 9000 شهروند ایرانی در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. به نظر می رسد توقف شماره گذاری پژو پارس در پایان تیر ماه سال جاری پس از آن صورت گرفته است که در دی ماه سال 1401 رئیس سازمان استاندارد اعلام کرد طبق توافق با وزارت سمت خودروهای بیکیفیت از رده خارج می شوند. در این میان نکته مهم در سخنان عظیمی مسئله خودروهای ثبت نامی است که مشخص نیست با وجود اطلاع از توقف شماره گذاری چرا این شرکت اقدام به ثبت نام برای فروش خودرویی کرده است که آگاه بوده است توان تولید و تحویل آن تا زمان اعلام شده را ندارد. یاران و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان این بسته خبری از کانال آوای ایران رسیدیم. در پایان یادآور میشم لایک ها و کامنت های شما همچنان در این مسیر دشوار یاریگر ماست. همچنان یاریگر ما باشید. تا یک بسته خبری دیگه، خدا نگهدار.